خودش برای من هرچی آوردی همینجا بده. ای بابا، من چطور تونستم هدیه تو رو فراموش کنم؟ شما هدیه تن و خواهرتون رو فراموش؟ ای وای، توی این چه میدونی چیه پس؟ مال تو رو یادم رفت، این برای بقیه است. آوردم، بریم پایین پیش بقیه. نه داداش، من پیش بقیه نمیخوام هدیه مو اینجا بدیم. چرا؟ من جلوی بقیه دوست ندارم بیا، من هدیه هامو تنهایی میخوام. بس منتظر باش، هدیه های تو ته چمدونه، چون اول از همه گرفته بودم، برگشتم بهت میدم. باشه؟ خب، اول از همه برای مامان بزرگ عزیزم، مخصوص از استانبول خریدم، خیلی جنسش خوبه. مامان سلامت باشی پسرم، سلامت باشی. و اینم از همه مهمتر، پاها رو ماساژ میده، پاهاتون درد میکنه دیگه نه؟ واسه همین آوردمش. خدا ازت راضی باشه، چقدر تو حواست به منه. نمه چقدر خوشحاله، اینو نمیدونه که این هدیه در اصل برای منه. همسه از بچگی میدید که از بس پاهای عمه رو ماساژ میدادم دستم خسته میشد. خدا رو شکر من راحت شدم، الان عمه خودش ماساژ میده. راست میگی، پسر درد مامانشو درک نکنه پس کی درک کنه؟ خب زنم، اینم برای شماست، هدیه عمورم خودم بهش میدم. برای مامانتم هدیه می آوردی پسرم؟ آوردم مامان بزرگ، برای همه آوردم، مامانم هم که تاج سرمه. من به هدیه اصلا نیازی ندارم عمه، همین که پسرم دوباره پیشمه خودش برام هدیه است. خب بفرما خانم، این کتابای تو رو به هیچ وجه فراموش نکردم، چون خوابو به من حروم میکردی. ممنون. خواهش میکنم، اینم مال توه، واسه این تشکر کن. ممنونم. خواهش میکنم. حاله لیوانای چایی رو جمع کن. حاله آره، سب کن، اول هدیه تو بگیر بعد اینا رو جمعش. هدیه های من؟ آره دیگه. وای پسرم، چه نیازی بود برای حال هدیه بیاری؟ این که دیگه عروسیشه، یه ماشین بزرگ از هدیه براش قراره ببری. جهیزیه با هدیه فرق داره مامان، برای همه آوردم، پس اینو چطور میتونم فراموشش کنم؟ اینم عضو خانواده ماست دیگه. بفرمایید. اینو بده من، بگیرش. نه من. بگیرش دیگه. وا ببینش دیگه، چرا مثل مجسمه وایسادی؟ هی هی، اون بیچاره چی کار کنه؟ مگه تو الان کسی بهش هدیه داده که بفهمه باید بازش کنه و ببینتش؟ حاله؟ عجیبه، خیلی خب، واسه بابا هم آوردم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.